سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. قبل از اینکه برید ویدیوها رو ببینید، بچه‌ها باید بهتون یه سری توضیحات بدم، چون که به نظرم خیلی مهمه و بهتره این توضیحات رو بدونید. اونم اینه که من به خاطر شرایط خیلی بدی که داشتم قبل از مسافرت و اینکه هر بار که ما تصمیم گرفته بودیم همدیگه رو ببینیم یه اتفاق بدی افتاده بود و آخرین بار در کمال ناباوری و مسخرگی که حتی نمیتونید فکرش هم بکنید، پاسپورت من توی اون بحبوحه‌ای که اربعین بود گم شد و تمدید نشد و کیانوش یعنی شهریور ماه برگشت، اومدش استانبول، 2 هفته اونجا موند بدون من و تنها دوباره برگشت کانادا. و فکر میکنم این سخت‌ترین و بدترین لحظه های زندگیم بود که دقیقاً 2 تا ویدیوی قبلی این ویدیو همون روزاییه که کیانوش اومده بود ترکیه، پاسپورت من تمدید نشد و مجبور شد برگرده کانادا به خاطر کارش. و خب برای بار چندم بود که تا نزدیکی هم اومده بودیم ولی نمیتونستیم همدیگر ببینیم. این ویدیوهایی که الان قرار ببینید، بالاخره ما همدیگر دیدیم بعد از 1 سال خورده ای و تونستیم از نزدیک دوست داشتنمون رو به هم نشون بدیم. ولی میخوام یه عذرخواهی بکنم، چون که من روزای اولی که رسیدم به شدت مضطرب بودم و از فشارهایی که از قبل اومدنم روم بود انقدر اذیت بودم که واقعا ترجیح میدادم فقط و فقط آرامشم رو به دست بیارم دوباره. و انقدر دلتنگ بودم و اذیت بودم از این دوری که اصلا علاقه نداشتم هیچ عکس و فیلمی بگیرم، هیچ ولاگی بگیرم. برای همین شما یهو وارد مسافرت ما میشید. البته که چند تا تیکه از لحظه هایی که کیانوش منتظر منه اول ویدیو هست، ولی از طرف من متاسفانه من چند بار دوربینم رو روشن کردم توی فرودگاه، وقتی که سوار هواپیما شدم، وقتی که رسیدم فرودگاه استانبول، ولی شاید باورتون نشه اصلا دهنم باز نمیشد که حرف بزنم، واسه همین دوربین رو خاموش کردم و اینجوری بودم که چرا وقتی که نمیتونم یه کاریو بکنم باید به خودم فشار بیارم. برای همین ولاگ نگرفتم، هیچ توضیحی ندادم که دارم کجا میرم، دارم میرم کی رو ببینم، بعد چند وقت این اتفاقا داره میفته. ولی به جاش الان این توضیحات رو الان بهتون میدم. الان از ترکیه برگشتم، تقریبا 1.5 ماه من ترکیه بودم، پیش هم بودیم، ولی خب خیلی سخت بود دیگه. بالاخره مسافرتمون تموم شد، مجبور بودیم که هر کدوممون برگردیم. کیانوش رفت کانادا و من اومدم ایران و شما قراره تقریبا از اوایل، یعنی از هفته دوم مسافرت ما رو با ما باشید. همین دیگه، بیشتر از این به نظرم توضیح لازم نیست. بریم که ببینیم بر ما چه گذشت توی مسافرت. کیلو 15 کیلو. وایفای هواپیما رو هم گرفتم ولی نمیفهمم چه جوریه، چون که وقتی میام تو سایتش میخوام پسورد رو بزنم لاگین کنم، ترکیه منم ترکی بلد نیستم، از هر کیم میپرسم بلد نیست. برای همین کیانوش نمیتونم پیدات کنم به این راحتی. حالا مجبورم وایسم که تو منو پیدا کنی. خوب ما اینجا نشستیم، گفتیم یه ویدئوی همین جوری هم که شده بگیریم برای بعدن که قراره همه چی تکمیل شد، ویدئوها بچسبه به هم، اینم بچسبه به هم. الان من استانبولم، توی فرودگاه هستم، ساعت 6:30 به وقت ترکیه است. من 3:15 نشستم، بعد دیگه منتظرم تا بارون خانم بیاد، از اونجا ها احتمالا میاد. نمیدونه که من اینجا نشستم، فکر می‌کنم بیرون نشستم. اینجا جاییه که میام باراشون رو تحویل میگیره، بارا رو از اینجا جمع میکنن. اینم چمدونه اونه، اینم دست بیله، اینم میخوام برم بذارم اون گوشه. خیالا سوار شد، الان یه ساعت رو نگاه میکنیم. اون 5:15 پریده، 5:10 پریده، من 6:15 تو اینترنت نگاه کردم، 7:30 قراره بشینه، 7:30 تا 7:50 قراره لند کنه بیاد بیرون. خیلی وقت زیاد بعد از کلی مشکلات و درد سرها و اومدیم یه بار نشد و پر از صبر و تحملی که داشتیم، الان بالاخره شد. این داره میشه، یه فقط 2 ساعت مونده تا لحظه رسیدن. دیگه نشستیم ما در حضار در بین مردم تا بارون خانم برسه و بیاد بغلش کنیم.
اونو میزم حالا اونجا بدو بدو به سمت هم بدویم بپریم و بخوریم به هم دیگه ببینیم چه میشه شالوم کاری هم کنم قرار بکنیم بکنیم یه گوشه شو نشون بدم نه برون نمیدونه آخرش هم ندونه کلی برنامه ریزی کردیم که ندونه ایناش بریم ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم تا چقدر میتونیم سپرایز رو نگه داریم و نفهمه برنامه اینه که البته خب برای برنامه خودتون مشاهده میکنید دیگه شادان تمام تلاش و سعی و کوشش خودم میکنم که ویدیو بگیرم از اون لحظه شگفت انگیز نه برنامه اینه که یا توی یه رستوران خیلی خفن بریم این کار انجام بدم کار زانو این صحبت رو انجام بدم یا اینکه ما هفته سوم که نه هفته چهارم میریم ترابزون اونجا در یک لحظه زیبا در حالا طولی یا غروب در منظره آبهای آزاد دریای قشنگ و اینا رو بالکنی اتاقی که یالوین چی میشه اونجا حرکت رو انجام بدم ببینیم کجا قشنگ تر میشه به نظرم ترابزون قشنگ تری که میشه طول میکشه این ترابزون نظرم اون هتل و ویو و بالکن و ویو دریا و طول و غروب اینا جذاب تر به نظرم بیشتر جذابه ولی ببینم چی میشه بردار خیابونی هستم بله اگه امکانش هست میخواستم چند تا فیلم ازتون بگیرم بفهم همجوری ادامه بدید برفتن کار خاصی نمی کنیم ما بفهم هرچی که شما میرید ما به صورت چیز دنبال شما هم گردیم میگردیم دنبال همجوری میگردیم دیگه با هم دیگه در واقع انگار با هم دیگه میگردیم هر شنگایی امکان داره مثلا بیایم جلو بریم عقب شما تتو دارید کجا روی دستتون ادامه بدید مثلا حواستون نیست یهو برگردید شما شنیدم اهل بسیار مسجد هستید بله ما بعضی وقتا سر وقت میرسیم از اونها اگه بگم بیم این مسجد اگه سر وقت نرسیم اون یکی از اونو میگن بیم اگه بهشون نرسیم اون یکی مسجد هستش که میریم اونجا که ریپیت دارم آها زیادی اهل نماز واه نه همه باسلو من باقلوا رو واو حالا اینجا رو ببین لا نه اگه اینجا باشی دیبونه میشه بکنم کیکا رو چه این چیه مرحبا نسیزین خوش گلدین خب بچه ها انگار مثلا هر روز ما داریم ولاگ میگیریم ما امروز اومدیم همینجوری یه ها ترکیه بریم بویوکادا رو ببینیم ولی ناگهان بلیط تموم شده بود
اینجا که میبینید همه دارن ماهی تازه میخورن با ترشی، یعنی بوی ماهی انقدر زیاده. ای اونها ماهی ها اون تو هن دیدی؟ دیدمشون، نگاه کن چه جوری دارن رو اون انقدر سرخ میکنه. هنوز تکو نخوردیم ما به نظرم خیلی. عروس دریایی ها. وای باورم نمیشه. نمیشه. آره عروس دریایی خوشگله. حالا ما داریم در انتهای کشتی. وای نه اینو ندیدم. بیم پایین. بیم پایین؟ چون بیم پایین رو بخواد یا بالا همه به موقع قشنگ دارن نگاه میکنم. همه میگه چه موقع قشنگی داره این بیم. فکر نمی کنم فقط تویی که. چرا بریم پایین؟ خب بالا که قشنگ تره. آره. امروز چیا خوردی عزیزم؟ بستنی خورم با بلک بری. امروز خورم بزنی 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 بزن